سازمان ملل از خونسا کردن 27 هزار مین در شهر موسل عراق خبر داد. پیر لود هامر مدیر برنامه خونسا مین در سازمان ملل که با ارتش عراق در خونسا کردن مین در موسل همکاری می کند گفت تا کنون توانسته این 27 هزار مین را در شهر موسل خونسا کنیم. وی با اشاره به سنی های تندرای داعش افزود آنها در بدجنسی و خباست نبوغ ای داشتند و تا کنون کسی این مقدار مواد منفجره را کار نگذاشته بود. این مقام سازمان ملل با اشاره به صدها کارگاه تولید مواد منفجری دستساز و طلاهای انفجاری گفت آنچه داعش انجام داده بسیار پیچیده تر از چیزی است که در طول سی سال فریتم در این زمینه دیدم. به گفته برخی مقامات سنی های تندروی داعش در هر مکان مختلف خانه ها و لوازم منزل داخل برخی کتاب ها و حتی قوطی های شیر خشک کودکان بمب کار گذاشتند. سنی های تندروی داعش تا به سال 2014 میلادی شهر موسل را اشغال و بخش های وسیع از شمال و غرب عراق را تصرف کردند ولی به مرور و با همت نیروهای عراقی این گروه تروریستی تحلیل رفته و اکنون در عراق کنترل هیچ منطقه را در دست ندارد